جولورن 80 رمان و نیز چندین کتاب بزرگ به زبان ساده مانند جغرافیای فرانسه و مستعمراتش، تاریخ سفرها و جهانگردان بزرگ و کریستوف کلمب نگاشته است. همچنین به تنهایی با همکاری دیگران حدود 15 نمایشنامه برای تئاتر تنظیم نموده است. در قرنی که نوابغی چون بالزاک، دیکنز، الکساندر دوما، تولستوی، داستایوفسکی و سایرین اساتید بزرگ رمان این دوران به شمار می روند، ژول ورن کمی در حاشیه جایی می گیرد. او را چون هنرمندی در زمینه تخیلات و تا اندازه‌ای به منزله پیشگویی که می تواند چند اختراع شگفت‌انگیز را نیم قرن و شاید یک قرن زودتر پیش بینی کند در نظر می گیرند. با انتشار 3 کتاب اولیه‌اش، 5 هفته در بالون، مسافرت به مرکز زمین و از زمین تا ماه که در سالهای 1863 تا 1865 منتشر شد، اشتهارش از یک قرن پا فراتر نهاد. در این باره همه چیز گفتن، حتی در جای موردی نداشته از اسرار و رموز صحبت کرده. برای نویسنده قدرتی مافوق طبیعی قائل گردیدن و وسیله را ساحر و جادوگر دانستن، اما خیلی صحیح‌تر است او را مردی متعلق به زمان خودش بدانیم که نسبت به کشفیات علمی فراوان دورانش حساس است و آنها را با دقت و موشکافی مورد مطالعه قرار می‌دهد. مازالک ژول ورن یک شاعر قرن 19 است، نه یک مهندس قرن 20. رادیوی اشعه ایکس، سینما، اتومبیل که پیدایش آنها را در رمان‌هایش دیده بود، در داستان‌هایش نقش مهمی ندارد و میتوان مشاهده نمود که مثلا موتور ناتیلوس و توپی که فضانوردان را به سوی ماه میفرستد ماشین‌های تئاتری است. ژول ورن ابزار یا وسایل کار را که امکان می‌دهد ماشین‌ها ساخته شوند ارائه نمی‌دهد. امکان وجود و نیروی آنها را یادآوری می‌کند. او یک موافق بشر که نیست، مگر ادیسون که یک دانشمند واقعی بود. حالا اینم جای بحث داره. آینده کشف‌های خیش را پیش‌بینی می‌کرد. انقلاباتی را که ممکن است به وجود آورد قابل پیش‌گویی نیست. مؤلفین فعلی داستان‌های علمی تخیلی ما بدون تردید به سال‌های 2100 و آنورتر همانقدر نزدیک هستند که ژول ورن در سال‌های 1875 و 1880 از دنیای امروزی که از علوم هسته‌ای استفاده می‌شود دور بود. او در 8 فوریه 1828 متولد شد. پیر ورن پدرش با شغل وکالت ثروت اندوخته بود. برادری به نام پول و سه خواهر به نام‌های آنا، ماتیلد و ماری داشت. بیوه یک ناخدا اولین آموزگار او بود. در 8 سالگی با برادرش به مدرسه رفت. در 1839 تعهدات خدمتی ملوانی را خرید، سربازیش خریده و بر یک کشتی که به هند می رفت سوار شد. پدرش خود را به وی رساند و او اقرار کرد که می‌خواسته برود هند برای دخترعمویش کارولین ترونسون یک گردنبند مرجان بیاورد. چنان با خشونت تنبیه شد که قول داد دیگر جز در خیال سفر نکند. در 1849 سه نمایشنامه برای تئاتر تنظیم کرد. سومی نمایش در یک پرده و به شعر بود که در 12 ژوئن 1850 در تئاتر هیستوریک 12 بار اجرا شد. در 7 نوامبر همان سال در نان در تئاتر گرازلن هم به نمایش درآمد. در این حال ژول ورن حقوق را فراموش نکرد. در همان سال 1850 پایان نامه خود را گرفت. طبق انتظار و آرزوی پدرش میبایستی در کانون وکلای نان نام نویسی میکرد، اما نویسنده درونش امتناع داشت، زیرا تنها شغل مورد علاقهش نویسندگی بود. او پاریس را ترک نکرد. برای تنظیم مخارجش مجبور بود تدریس کند و با این وضع به نوشتن ادامه دهد. در سال 1862 5 هفته در بالون را به هتسل ناشر داد. بلافاصله با همین ناشر قراردادی برای 20 سال امضا کرد. شغل واقعی او از این زمان شروع شد.
این کتاب که در دسامبر 1862 منتشر شد، ابتدا در فرانسه و سپس در سراسر دنیا موفقیت عظیمی کسب کرد. ژول ورن دیگر کمتر گرفتاری‌های مالی داشت. هتسل از وی برای یک مجله تازه تقاضای همکاری منظم نمود. بله، ژول ورن از ابتدای کارش دو دسته خواننده داشت. یک دسته نوجوانان که باعث موفقیت مجله می شدند و دسته دیگر بزرگسالانی که از بازی علمی نویسنده خوششان می آمد. در 1886 پس از واقعی که اطلاع چندانی از آن نداریم، ژول ورن کشتیش را فروخت، از زندگی آزاد و مسافرت رفتن صرف نظر نمود. چند سطری که در زیل آمده از نامه ایست که اول اود 1894 به برادرش نوشته است. میگوید شادی در برایم غیر قابل تحمل شده است. ضرباتی به من خورده که هرگز جبران نخواهد شد. اما در مقابل این گونه نوشته ها میتوان به نامه هایی که در آن از ملال خاطر اثری نیست هم اشاره کرد. و بالاخره در 24 مارس 1905 در خانهش در آمیانس بدرود زندگی گفت. این کتاب آخرین کتابی است که ژول ورن در حال کار روی اون بود و در حقیقت پسرش این کتاب رو منتشر میکنه. کتاب شکار شهاب داستان گنجیه که همه روی زمین دنبالشن و ما قهرمان داستان دنبال میکنیم. موفق باشید و لذت ببرید از این داستان.